شما صحبت که میکردید در صحبتاتون اشاره کردید به اینکه خب بسیاری از حکومت‌ها مثلا کشورهایی مثل دبی تکنولوژی رو وارد کردن، ولی از یه ور دیگه مسائلی که برای اینکه بتونن پارازیت بندازن رو هم وارد کردن و بعد حرف از تهاجم فرهنگی میزنن. در ایران هم بحث تهاجم فرهنگی رو بارها شنیدیم. حالا اگر که نظام سیاسی ایران به همین سطحی که الان وجود داره بمونه و این بحث تهاجم فرهنگی باشه، بحثی که برای جلوگیری از مدرنیته میشه باشه، چقدر فکر می‌کنید خود جامعه ایران، تک تک افراد ایران این تفکری رو که به سمت مدرنیته میشه رفت رو دارن درشون و چه جوری میشه به این سمت پیش برن؟ پیش دارن میرن و پیش هم داره میره و اون تهاجم فرهنگی که داره میشه همه برای قدرت سیاسیه که اون خارج از صحبت ماست. اونا همه معادلات و مبادلات قدرت سیاسی که بین خودشون و اونا هم خودشون گاهی خط عوض میکنن و گاهی مدرنتر و ریفورمیستر میشن، اصلاح طلبتر حتی میشن از کسایی که از اول نبودن اینا. و اون یه مسئله قدرت سیاسی. یکم اشکال که در خاورمیانه این کلیش کنیم اینی که ما انتقال قدرت رو نمیشناسیم و نمیدونیم. تفویض قدرت خیلی خوبه به وقتش، گاهی مخصوصا وقتی که پیر شدیم خیلی خوبه، مفهوم خوبه. اینه نمیدونیم ابدیکیشن. شما ناپلئون کسی بوده 58 جنگ رو در اروپا برده و آخرش در روسیه رفته که تحلیل رفته، این دوبار ابدیکیت کرد. یعنی چه؟ انتقال قدرت. دوبار اونم در سن 47 سالگی این کار کرد، ابدیکیت در سن 52 سالگی هم رفت. و ما استعفا رو نمیدونیم مفهوم خوبیه به وقتش که بریم بذاریم کنار بریم. و برای همینه که ما مدرن شدن ما یکی اینه که راه حلای ما همش فوری و آنی و قطعی و ضربتی که میگیم فوری. قطعیت اشکال نداره کسی قاطع باشه، اما ضربتی نیست که شما یعنی عقلتون رو دارید به کار نمیبرید. و ایران داره جلو میره از این جهت، اما خب ما دوره‌های اوج عزیز بالا پایین خیلی داریم که بگذاریم. ایران جلو میره اما هیچ کس استعفا نمیده، از قدرت هم کنار نمیکنه، قدرت رو هم تفویض نمیکنه به فرمایش شما. اما دکتر، ما همه این صحبت ها رو کردیم که برسیم به اینجا که خب شما رابطه بین مدرنیته و موضوع زن رو کجا میبینید؟ آها، خوب شد سوال کردید. عنصر دیگری که پشت این خودباوری، خوداتکایی، مسئولیت پذیری، این نگاه مستقیم به جان همین میاد، همه شمولی همین قضیه است. این منحصر خودباوری به یه نفر دو نفر نیست. در قرآن هم نیومده، در قرآن هم کرامت داده شده به انسان و در قانون اساسی ما هم ذکر شده که ارزش والای انسانی و کرامت انسان که متأثر از قرآنه و در این حال متأثر از مدرنیته هم هست، اونایی که قانون اساسی ما رو نوشتن. و همچنین حق تعیین سرنوشت خودشون که هم در قانون اساسی ما اومده هم مبنا داره در قرآن، همه شمولیه. و اگه قرآن خلیفت الله میکنه انسان رو روی زمین، خلائف فی الارض، جمع یک نفر خلیفت الله نیست، همه هستن، همه شمولی. و همه شمولی که به انگلیسی بهش یونیورسالیتی میگن به طور کلی شامل زنان میشه و زنان هم هست، همونطوری که قبلا هم بحث داشتیم در همین برنامه. در قرآن هم هست گوشه هایی که اومده به زن حق بده و داده و نشده، و قبلا هم من گفتم به چه دلایلی که نشده. همه شمولی اگه نباشه اون فردیتی که شما میگید به کلی بی‌معنا میشه. آقای کاظمی مصیبی ببخشید، یک دقیقه حدودن وقت هم یک دقیقه خورده، لطف کنید بگید که جایگاه زن ایرانی در روند مدرنیته چی هستش در ایران؟ زن ایرانی الان شاید هم تا حدودی پیشرو باشه، برای اینکه خانوما الان صداشون بیشتر میاد. شما در اخبارتون الان اسم خانوما رو بیشتر من دیدم، شنیدم، آوردید و نقشی دارند. اما خب اینو نباید هم زیاد بازم روش مبالغه بکنیم. نقش بسیار بزرگی در مشروطیت داشتن، در انقلاب اسلامی که بنده خودم ناظر بودم داشتن، نقش بسیار بزرگی. بعد از انتخابات هم، بعد از انقلاب اسلامی هم میدونید که حقوق زنان از نظر سیاسی بیشتر شده اما از نظر قانونی کمتر شده.